فکر میکنی نمیدونم هوای اونو داری؟ اون بالای 18 سالشه. تو صغیری، برای تو خیلی بد نمیشه. تو داری نقشه شوالیه قهرمانو بازی میکنی، ولی من باید یه قاتل رو پیدا کنم و تو باید به من کمک کنی. در غیر این صورت حواسم هست که این جگرگوشه عزیزت حداقل جرمش بشه دزدیدن کیف. داری تهدیدم میکنی؟ نه، دارم استراتژی خروج رافائل عزیزتو پیشنهاد میدم. قول میدی فقط من تو این پرونده متهم بشم یا نه؟ فقط اگه حقیقتو بگی. ما میخواستیم پولو که براشون کیف اصلی رو برگردونیم، ولی ترسیدیم. نگه این چیزی که تو گفتی میشو. پول معامله مواد بود. راف اینطوری میگو. جاستین موادو به کی فروخت؟ اینشو نمیتونم. کی 15,000 تا رو بهش داده بود؟ مرد چینی؟ مرد چینی؟ یعنی این قاتل سریالی دنبال چیه؟ قتل، فقط قتل. چطور انقدر مطمئن؟ همه ی قاتلای سریالی تو بچگی یه آسیب روحی تجربه کردن. وقتی در معرض اون آسیب قرار بگیرن طرز کار مغزشون تغییر میکنه. از چه لحاظ؟ کنار اومدن با تجربه‌ای که داشتن به قدری براشون سخت بوده که یه اتاق مخفی تو ذهنشون خلق کردن. چیا رو اونجا نگه میدارن؟ خاطرات تکون دهنده؟ نه فقط این، احساسات مربوط به اون خاطرات هم نگه میدارن، مثل وحشت محض، خشم غیر قابل کنترل. شناسایی همچین آدمی باید کار راحتی باشه. تا وقتی اون اتاق قفل بمونه به نظر کاملا عادیه. حتی افراد نزدیک بهشونم بعد مرور گذشته فکر میکنن اونا حتی خیلی زیادی عادیه. قاتل ما باید اون خشمو که ذهن و جسمشو اسیر کرده آزاد کنه. یه جور جن‌زدگیه؟ دقیقا. برای این کارم چیزی که تعامل کرده رو سر بقیه میاره. یا دقیق تر بهت بگم، سناریوهایی در ارتباط با تجربهش خلق میکنه. این حسو پیدا میکنه که انگار داره درد خودشو کم میکنه. کشتن بهش اجازه میده تا احساسات سرکوب شدهش رو آزاد کنه و این حسو بهش میده که انگار داره بر رنجش غلبه میکنه. یه جور حس لذت و تسکین بهش میده که نظیر نداره. هیچ دو قاتلی مثل هم نیستن، ولی یکی احتمالاً به ویژگی‌های استاندارد نزدیکه.